اهل ادبی تاجیک امروز برای ویدا با نویسنده خلقه تاجیکستان ستار ترسون جمع آمدند. مراسم خیرباد با نویسنده در نزد خانه‌اش در دوشنبه برگزار شد. او 3 سال آخر از بیماری رنج میکشید و شب گذشته از عالم چشم پوشید. ادبیات ما رو توسط ستار و ایجادیات ستار شناختند. رمان 3 روزی یک بهار یک پدیده بود. با دشواری چاپ شد. ستار ترسون زاده سرخندریای ازبکستان است. در دوشنبه تحصیل کرده باقی اون را در همین شهر گذراند. اکنون پیوندانش از ازبکستان برای خیربادی نویسنده آمده اند. سیارانه مرد بودند. ناترس بودند. در حق خودشون بی بودند. یکان بار ایمان کس تامه نکردند. من امروز خیال کردم که مامانند قهرمانشون عثمان عزیز در باره لاله خزکان آمود شدن الویدا برادری عزیز جاتان جانه خوشن. اهل قلم و ادب در گذشت ستار ترسون رو تلفات بزرگ در جامعه ادبی تاجیکستان عنوان کرده سهم او را در ادبیات تاجیک بی‌نظیر میدانند. او در آغاز سالهای 1970 با میدان ادبیات وارد شد و بیشتر قصه و حکایه می نویشت. می گویند او برای دادای مهم زندگی واقع بینانه و استاکارانه به هم می داد. می گفتند که هرگز نویسنده ادیب عموما قلمکش باید از حقیقت زندگی دوری نجوید. یعنی هم زندگی به همه رنگ و به همه دشواری هاش و به همه تضاداش همونه واقعا هم خیلی ریالیستانه و قلم میداد. یعنی هر کس وقتی که اثرای استاد ستار ترسون را میخوند هیچ میکند که در اونجا یکون مثلا گپی دروغ نیست یا از موضوع گروختن نیست یا سیاه از سفید گفتن این خیلی چیو نیست. ستار ترسون درست است که در اون مایه اثرهاشون ریالیستی است ولی تدقیقش بدهی است. این ستار در همون سالهای آخر 70 که با میدان ادبیات آمدن اینا یا همون بعدی پس که اون رای را که تالیس پیش گرفت استاد فضل‌الدین محمدی بلند برداشت روشن شد باشد اینا همون تدقیقات را ادامه دادن و معرفت نصری بدهی سال اولی همون سال آخری سالهای عصر 20 ما را تا امروز بسیار بلند برداشتن. ادبیات شناسان ستار ترسون را یکی از بازیافت‌های میدان ادبی میرزا ترسون‌زاده ذکر میکنند و میراث ادبی ستار ترسون را آثار ماندگار ادبیات نوین تاجیک میدانند. ستار ترسون از زهره ادیبانی بودند که خیلی اینها را ادیبانی زحمت پسند، زحمت کش میگویند و ادیبی بودند که واقعا شخصیت اجتماعی بودن، شخصیت ملی فرهنگی بودن. ستار ترسون بیش از 20 سال در وظیفه های مدیر شعبه اوچک و پوبلیسیستیکا، مدیر شعبه نصر، معاون سردبیر و سردبیر مجله صدای شرق کار کرده است. از سال 1972 عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان بود. سال 1994 نویسنده کارمند شایسته فرهنگ تاجیکستان و سال 1998 نویسنده خلقه تاجیکستان شد. دورنده جایزه دولتی ابی عبدالله رودکی نیز بود. در سن 77 سالگی از عالم چشم پوشید و در آرامگاه لوچاب به خاک سپرده شد.